خبررسانی در هر کشور دموکراتیک یک اصل است. یک بار دیگر جنگ فاریاب تکان دهنده ترین مورد در مقابل مخالفین مسلح دولت موضوع جدی در برابر پاکستان. ما خبرها را به موقع و اطلاع شما میرسانیم. آریانا نیوز شما را از تازه ترین ها آگاه می سازد. این همه در خبرهای ساعت 8 شب. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. زنان صنعتکار کشور میگویند محل که وزارت تجارت برای آنان داده است برای فروش کالاهای تجارتیشان مناسب نیست. آنان از حکومت میخواهند تا محل مناسب را برای فروش کالاهای تولیدی آنها در نظر گیرند. قیمت‌ها در ژاپن بر جز قیمت مواد غذایی در ماه اوت سال جاری 0.1% کاهش یافته‌اند. این برای اولین بار از سال 2013 است که بار دیگر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته و ژاپن گرفتار تورم منفی شده است. بانک مرکزی ژاپن از سال 2013 برنامه وسیع مبارزه با خطر تورم منفی را در دستور کار خود قرار داده بود. آمریکا از چین خواست تا در تامین صلح و ثبات و تقویت اقتصادی منطقه و خصوص افغانستان نقش برازنده را ایفا کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا این خواست را در نشست سی جانبه افغانستان، چین و آمریکا در نیویورک از بیجینگ مطرح کرد. و برای بحث بیشتر استاد مسعود استاد دانشگاه با ما هستند و استاد خیلی هم خوش آمده. قربان شما میدوان هستم. استاد نکات مهمی که در این نشست رویش بحث شده چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. خدمت شما عرض شود که عمدتاً خب پیش از اینکه بگویم که بحثی که در اینجا انجام شد چی بود، باید بگویم که رفتن در چنین کنفرانس های، در چنین نشست های و در چنین گردمایی های یک گام بسیار بزرگ به منظور ایجاد یک نوع فضای باور برای رشد و انکشاف اقتصادی و در پالوش تشویق به سرمایه‌گذاری ولا سرمایه‌گذاری کوچک باشه. برازی که خلاف تمامی سالهای گذشته در افغانستان که روی چگونگی سرمایه‌گذاری بحث می‌کردیم و آرام آرام باورها را ایجاد کرده بودیم تا این باورها در حقیقت بتونه سرمایه‌گذاری متوسط و بزرگ ایجاد بکنه، متاسفانه که در وقت‌ها خصوصا یک سال به این طرف باورها از میان برداشته شده و شما می‌بینید وقتی باورها از میان برداشته شد در حقیقت حرکاتی که در پای از اداره عبارت از کاهش یا فسوده شدن او انگیزه های سرمایه گذاری در کشور است که ما باید به او هدف هایی که معین داشتیم باید پردازیم. از این لحاظ است که عمدتاً تمامی حرکاتی که ما انجام میتیم در ایش نشست ها و در نشست هم که انجام شد تلاش به منظور ایجاد یک نوع فضا به منظور برگشت باورهای پاره شده جهان به خصوص در قسمت سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی افغانستان است. شما اگر توجه کرده باشین ما عمدتاً در این روزها و در سال گذشته با یک خطر از بین رفتن نقاط کاری زیادتره که سیاست استخدام دولت عمدتاً مورد حمله قرار داده بود مواجه هستیم و این در حقیقت او سیاست های فقر زدایی را که دولت افغانستان هم در حقیقت در میراق و مرکز سیاست های خود قرار داده بود او را خدش پذیر می سازه. از این لحاظ کشورهای بزرگ چون چین، چون از امتدی آمریکا و غرب و کشورهای دیگه منطقه چون هندوستان به خصوص که بسیار رول داره و در پالوش هم که جلوگیری از حرکت های منفی یک همسایه کلان ما که برد از پاکستان است و تبدیل شدن یک موقف مثبت بسیار مثبت ایران در افغانستان که مانند سالهای 2001-2005 است جزء اساسی هر گپای هر دولتی است. من نمی‌فهمم که در پشت پرده چی حرفا صورت گرفته، ولی
از عرفا چنان معلوم شد عرفای ظاهری که تلاش صورت میگیره و حتی از امتحادی آمریکا هم تلاش میکنه که بتونه چین و آفریقا و کشورهای منطقه را و غربی ها را آرام آرام حرکت بده به سوی افغانستان و به خصوص سفر جان کری که در هند صورت گرفت و ملاقات بسیار مثبت از او از در موقف افغانستان که با وزیر خارجه هندوستان صورت گرفت نشاندهی بود که در حقیقت از دویم تدیه امریکا سخت تلاش میکنه تا هند دوباره در افغانستان فعال بسازه تا به اثر فعال شدن هندوستان نوی حرکت های دیگه که هند در حقیقت نوی خود بیگانه احساس میکنه و دور از دایره فعالیت در افغانستان اونو رو بزدایه و این یک حریف کلان چینایی ها را که با رقابت سالمش با چینایی ها میتونه در افغانستان بسیار مهمت واقعی شود تبیل کنه. از این لازه است که تمامی رهبرهای افغانستان به خصوص دکتر عبدالله در سفرهایش که انجام میتن و در نشست هایی که انجام میتن سخت در تلاش ازی است که نشان بده که افغانستان با او وعده های خود که در توکیو انجام داده و وعده هایی که در لندن در کنفرانس لندن وعده داده و او وعده هایی که جهان و منطقه در کنفرانس ریکا و کنفرانس سان بر افغانستان انجام داده ما حاضر آماده هستیم و باید او وعده ها را اونا انجام بدن و مسئولیت ها و مکلفیت هایی که دولت افغانستان داره و اینا حتما او را انجام میدن. از این لحاظ فکر میکنم که بازم نوع فضا سازی است. متاسفانه که در سال گذشت ما شاید هم کار خوب باشه یا فرمول خوب باشه، یعنی ما بیشترین وقت افغانستان به سوی فضاسازی سرمایه گذاری ها آمده سازی سرمایه گذاری های به خصوص سرمایه گذاری خارجی که 35% کاهش خود نشان می تواند در بسیاری مناطق در قد نوی کوچ سرمایه گذاری خارجی رو شما می بینین با وجود کوچ آدمایتان در قد اونو رو می خواهد که دوباره ایجاد بکنه و فضا رو ایجاد بکنه. استاد این وعده ها از نظر شما چقدر عملی خواهد شد؟ این جامعه عمل خواهد بشه؟ بله، این میشه عمدتاً به دو طرف در حقیقت میشه که مربوط باشه. طرف اولی که ما عمدتاً با یک مس مدیریت مواجه بودیم، در یک سوی مدیریت مواجه بودیم، او مس مدیریت باید ما پا بزنیم و در عوض از او یک مدیریت دیگه که یک قطاز نباشه و در حقیقت سراسری باشه، در دایره از این مدیریت مردم در حقیقت نقطه مرکزی را داشته باشه، سرمایه گذاری را باید نشانی بکنیم و در حقیقت اصل اساسی را که باید استخدام و فقر زدایی باید نشانی بکنیم حرکت بکنیم. و در پالوشون در حقیقت اون شرایط را که مکلفیت را که ما در حقیقت وعده دادیم برای مردم را ایجاد کنیم، معنا داره که شرایط امنیتی را به سرمایه گذاری باید آماده بسازیم، ما مدیریت خوب ایجاد بکنیم، حکومتداری خوب ایجاد بکنیم، دورنگی دود سگی را از بین ببریم، انتخابات دوباره به وجود بیاریم، انتخابات درست تا مردم و جون دنیا با در حقیقت با اینی وعده هایی که ما انجام دادیم بگه آماده شون تا کمک کنیم. و جانب دیگر طرف مقابل که بالاست کسایی که دونرا و وعده دهنده های خارجی هستن، اونا هم در بسیاری موارد در حقیقت یکی از علت های پسمانی ما در تطبیق پروژه های اقتصادی است، به این معنا که در موقع معینش کمک خود اجرا میکنن، در موقع معینش او پروژه هایی که ما حیاتیست برای ما رو نشانی نمیکنن، یک پروژه دیگه که سیاسی است رو نشانی میکنن، او منطقه ای که ما باید او را میخواهیم که سرمایه گذاری کنیم و سرمایه گذاری بلند بارند در او منطقه سرمایه گذاری نمیکنن که از لحاظ سیاسی برشان مشکل است و یا کدام اهمیت نداره به جای دیگه. ما فکر میکنم در صورتی که ما شایستگی افغانستان از کل مراحل خود بر دنیا نشان بدهیم که شایسته ما است و یک تغییر مثبت جمع منطقه و بین المللی که به نفع ما تغییر کرده با وجود آمدن سازمان های دهشت افغان چون داعش و چون چیزهای دیگر و تغییراتی که در اوکراین گپا وجود آمده و تغییراتی که حالا در بین سیاست های روسیه و آمریکا با وجود میاد، نزدیکی روسیه از لحاظ سیاسی و مذاکره با عربستان سعودی که فقط دیروزی مطرح شد و پوتین با شاه عربستان سعودی و حرکات روسیه بالای سوریه و غیره، یک نوع فضا را میشه که آدم بگویه که برای ما نشان بده که اگر ما مدیریت درست بکنیم فضا باز هم آماده شده تا کمک های خود بگیریم. ولی یک چیز برای مردم و برای آقای کرزک برچه و آقای غنی که اگر میشنون من برشون بگویم که او فضا فضای 2001 و 2005 نیست که مردم که غرب به صورت بی‌معاوا و بدون حساب بر ما در قسم گذاری کنند. فضای کاملا متفاوت. باید مدیریت آنقدر معقول باشه که حرکات اقتصادی کاملا معقولانه است و بگیره، نه آرمانی و نه روی گپای قلبی.
استاد، باورها به این است که چین با استفاده از توانایی اقتصادیش که دارد میتواند در زمینه های صلح، انکشاف سرمایه گذاری، ترانزیت و دیگر بخش های اقتصادی افغانستان کمک کنه. به نظر شما چین چقدر افغانستان در این بخش های حمایت خواهد کرد؟ متوجه باشین که عمدتاً دو تا کشور برای کشور ما نوع حرکات بسیار حیاتی انجام میتونه، هندوستان و چین هر دو. ما مخالف ازی بودم که در تا 12 ساله که جناب کرزی کار میکرد که ما در حقیقت بریم به سوی یک من میوری و چین در رده های دوم قرار بدیم. یا حالا مخالف ای هستم که ما بریم به سوی چین میوری و هند در رده های دوم قرار بدیم. چین و هند در دو برقدرت های منطقه هستن، کشورهای صنعتی دنیا هستن، دومین و هشتمین قدرت دنیا هستن، دوست بسیار نزدیک هستن و در حقیقت هدف های معین و منافع معین خود در افغانستان هم دنبال میکنن. اگر ما بتونیم که چین فعال بسازیم در افغانستان و در پلوش هند فعال بسازیم در افغانستان و وردور در رقابت مسالمت آمیز به خاطر ایجاد منافع ملی خود بیاریم، ما شما میدان رو میبریم. مثل که ما شما مثال داشتیم دیگه، برای از اینکه میبینیم که وقتی که در مثل اینک چین آمد در آجیگه که هند آمد، اگر در شمال در حوزه آمو چین سرمایه گذاری کرد به خاطر نفت، بازند رفت در سلما در هرات به خاطر انرژی و هم سرمایه گذاری کردن. این در قدر یک نوع رقابت نه قاتلانه بلکه رقابت بسیار مسالمت آمیز با منظور منافع ملی با تعقل اقتصادی که ما به کار بردیم است. از این من فکر میکنم که اگر چین فعال شد در افغانستان، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ اجتماعی و چی از لحاظ سیاسی بر ما بسیار قوی است، ولی هیچگاه چین تلاش نخواهد کرد که از لحاظ نظامی خود داخل مزرعه بسازه. چرا؟ از لحاظ نظامی عمدتاً پاکستانی ها که دوست بسیار نزدیک چینایی ها هستن، عمدتاً اونا میتونن کار خود انجام بدن و کارهای استخباراتی. برای اینکه شما میفهمین که چینایی ها هیچگاه با قیمت افغانستان نمیخواهد پاکستان از بده. برای پاکستانی ها در حقیقت راه رسیدن به خلیج فارس و بحیره احمر به صورت بسیار ساده برای اونا هستن که از طریق بندر گوادر و سینکیانگ راستن حرکتش میکنن به پایین میه. و جانب دیگه اینا یک دوست استراتژیک چینوی ها هستن که حریف عمده چینوی ها را که هندوستان است مورد مخاطره قرار میده که عبارت هندوستان است. استاد، در گذشته ها این دو کشور را که شما نام گرفتین، چین و هندوستان، چقدر در پای وعده هایشان استاد بودن یا مو وعده های خود عملی کردن؟ خب ما میگیم که یکی از کشورهایی که تاندازی دو تا کشوری که داندازی بسیار کمک در افغانستان ژاپن و هند است. یعنی ما مدل ژاپن و هند کمک هایشان که کمک های پروژه‌ای بوده نه کمک های نقدی بسیار صدایش میکنیم. از شما میبینیم که هندی ها در جاهای سرمایه گذاری کردن که در حد بالای منافع ملی و بالای مسئول اجتماعی افغانستان تاثیرات خوبارد کرد. چینایی ها همچنان چنین کار را در وقتها انجام دادن. من فکر میکنم که فقط در چند وقت است که سیاست حرکت میکنه و نوسانات سیاسی، هم چینایی ها هم ایندی ها در دو پروژه نوی کمی نشان دادن. در مثل اینه که چینایی ها کمی کاست خود زیاد نشان دادن و ما را تقریبا وقت کمایی میکنن، ما را بازی میتن. و ایندی ها هم که در آجیگک در حقیقت حرکات نماز بعد بلکه تاندازی منفی انجام دادن. این شاید هم مثل مدیریت داخلی افغانستان بوده باشه که ما در توسط عدم به وجود آوردن یک قرارداد خوب چنین کار را شاید انجام داده باشیم. برای اینکه قراردادی که برای چین انجام شد و قراردادی که برای هندوستان انجام شد کلش خلا داره، این خلا را باید پر شود. از این لحاظ است که دولت فعلی افغانستان هم تلاش میکنه تا این خلا ها را که در قرارداد وجود داره او را از بین ببره و دوباره چینایی ها بیان. من فکر میکنم که چینایی ها و هندی ها هر دوش بسیار بزرگ است و چینایی ها بسیار بزرگتر. معنا داره که چین مرکز شانگهای است و متوجه باشین که چین مرکز شانگهای است و کنفرانس شانگهای بسیار مهم است. برای پالوش هم چین یکی از بزرگترین کشورهای سازمان بریکس است. معنا داره که بریکس هم با وجود آمدن بانک بریکس که 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه، او هم در کشورهای روبه انکشاف که در خط میتونه مسائل زیربنایی را مطرح کنه برای ما بسیار هم دقیقا میشه. خیلی خوب استاد، در حال حاضر مهمترین چیز انکشاف اقتصادی و تغییر زندگی مردم است. در این عرصه وظیفه جامعه جهانی چه هست؟ یک سیما توجه باشین که تا که نخورد پشت من، هیچ کس نخورد پشت من جز ناخون انگشت من. ما در کمپاین ها عمدتا شاهد ازی بودیم که دوستای ما که حال رهبری افغانستان بدست دارن هر دو در پیشکش کردن نقاط کاری مسابقه هم داشتن، این رقابت میکردن. یکیش میگه من 1 میلیون جای کار ایجاد میرم، دیگهش میگه که من 700,000 جای کار بدست میارم. از این لحاظ من فکر میکنم که نان بالای دسترخان مردم آوردن در حقیقت حرکات
اقتصادی و معقول اقتصادی کار داره. شما متوجه باشین که ما تنها از لحاظ هورمونی و قلبی اگر بگویم که ما نان میریم و در حقیقت نو جگرخون شیم و عدالت خواه شیم نمیتونیم اقتصاد پیش ببریم. از این رو فکر میکنم راهی که شما میتونین کمک کنین مردم و در حقیقت نان بر بالای سرخان مردم بیارین او از طریق ایجاد کار است و ایجاد کار در حقیقت معنا داره که ایجاد عاید است و ایجاد عاید در حقیقت ازدیاد مصارف در بازار است. ازدیاد مصارف در بازار به نفعه قندازی قیمت ها است و سرمایه گذار منی میده. از این لحاظ من فکر میکنم در صورتی که ما مصرف در بازار بلند ببریم، یعنی معنا داره بریم به سوی افزایش مصرف در بازار، ما میتونیم در حقیقت نان ایجاد کنیم. شاید هم برای کس برای تعداد آدم ها بگوین که چگونه از ازدیاد مصرف میتونه نان بره. ما میبینیم ازدیاد مصرف مقیم مجید ایجاد میشه، معنا داره که عاید وجود داره که مصرف به وجود میاد و این عاید در حقیقت تشویق کننده سرمایه گذاری میشه. همیشه مصرف تشویق کننده سرمایه گذاری، در جایی که مصرف کمتر است سرمایه گذاری هم کمتر است و به خاطر که مفاد کمتر میارن. از من فکر میکنم دولت باید تلاش بکنه که برن با پروژه های دست به تکامل میتونیم چنین پروژه ها رو به کار ببریم، به خصوص زراعت و صنعت زراعتی. ما بازم یک بار تکرار میکنم که اگر ما شعار زراعت به کار ببریم در قرن 21 نو سر خود ما کم تنز و پرزه رفتیم، به خاطر از اینکه فعلا در قرن 21 صنایع زراعتی مطرح است برای کشورهای بسیار پایینی. از این ما میگیم که صنایع زراعتی رو مطرح بکنیم و برای صنایع زراعتی ما مجبور زراعت تقویه بکنیم و برای زراعت ما مجبور سیستم بانکی تقویه کنیم. از این لحاظ فکر میکنم که اقتصاد تنها تجدید شده بحث نمیشه، بلکه اقتصاد شما در یک مجموعه در سبد بحث میکننش. این سبد سبد اقتصادی است، این سبد اقتصادی است که شما اقتصاد بحث میکنین، شما باید فضای سیاسی رو برای شما آماده بسازین، فضای امنیتی رو برای شما آماده بسازیم، فضای اجتماعی رو برای شما آماده بسازین تا بتونه هر سه از اینا یک جا حرکت کنه و بتونه رشد اقتصادی برای شما ایجاد بکنه. ولی چگونه استاد؟ چون در حال حاضر سرمایه گذاران سرمایه خود خارج از افغانستان انتقال میتن و در افغانستان سرمایه گذاری نمیکنن، چون خصوصا در این اواخر حکومت باید چه راههایی را پیش بگیره تا اونا دوباره بیان داخل افغانستان و مثل گذشته ها در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن. اون وقت متوجه باشین که روزهای اول که ما آمدیم بحث ما این بود که ما یکی از بزرگترین پروبلم هایی که در افغانستان موجود است بین رفتن محوریت در افغانستان است. از همین لحاظ بود که بسیاری از کسها پیشنهاد میکردن که دوباره سلطنت بیه برای اینکه محوریت ایجاد شوه. عمدتا در افغانستان نوع از بین رفتن محوریت است. باز ما بر هر دو بزرگوار میگم که در صورتی که نتونن محوریت به وجود بیارن، دولت به سقوط مواجه میشه و اقتصاد بین میره. معنا داره که همین لحظه دولت وحدت ملی افغانستان دارای استراتژی واحد سیاسی و دید واحد سیاسی نیست، بلکه دو دید سیاسی از دو دید تیم بس میشه. ما میگیم در صورتی که اینا بتونن که اینمی انارشیسم ساختاری که وجود شده ای از میان بردارن، میتونن که انارشیسم سیاسی و انارشیسم اجتماعی که اساسا به وجود میاد و عدم اطاعت قانون در حقیقت نشان داده او از میان بردارن. لذا برای ما پیش از اینکه ما فقر بزنیم و کار به وجود بیاریم، برای ما ایجاد یک دید واحد دولتی مطرح است. ولی چگونه؟ ما این خوب بسیار ساده است، به اینکه دو بزرگوار دو تا تیم دارن و هر دو تیم دو تا استراتژی دارن. هر دو استراتژیش ما دیدیم، این از دو استراتژی دارای نکات فراوان خوب هستند. در تعداد از موارد با اینا با یکدیگر مخالفت دارن. میتونن که از روی استراتژی را با یک جهش کنن و بعد رقت استراتژی انکشاف ملی افغانستان را بسازن. این استراتژی انکشاف ملی افغانستان از طریق تعریف استراتژی شما بکنین که یک نقشه راه حرکت یک دولت یا یک جامعه یا یک گروپ است با منظور دستن به هدف ابسام هم دست. ما در رقت نقشه راه را باید ایجاد کنیم. من لحظه من نمیفهم نقشه راه ما کجاست. چرا؟ به خاطر شما استراتژی انکشاف ملی نداره. به خاطر شما نمیفهمین که این دولت کجا میره. من نمیفهمم که این دولت کجا میره. چرا؟ ما استراتژی نداریم. نقشه راه رو باید بر ما نشان بدن. ما برای غنیسا میگم که عمدتاً گفتگان گفتیم که عمدتاً پلانای سه ماه بسیار خوب است، ولی عمدتاً پلانای سه ماه جدا از یکی دیگر، مثلا اقتصاد، تجارت و غیره، جدا از یکی دیگر میسازن و اینا رو مربوط یکی دیگر نیستن. اگر ما یک استراتژی رو بسازیم و از درون این استراتژی دیگه به وجود بیاد، پلانای دیگه به وجود بیاد، ما دست میافتیم به یک پلان جدید و این پلان میتونه که ارزش پول ما را در یک حد مطلوب نگاه کنه، قیمت های ما را در یک حد مطلوب بره، تولید ما را شکل بده و حرکت به سوی رستا مطرح است. ما بازم به شما میگم که حرکت به شهر نمیتونه شما را در یک جای برسونه. شهر مصرفی است و روستا تولیدی. تقوی اقتصاد روستایی میتونه شما را در یک حد بلند ببره که شما میتونید کار خوب را به دست بیارید. استاد بازم شما این دی افغانستان از لحاظ اقتصادی تا چند ماه آینده چگونه ارزیابی میکنه؟ خوب بسیار مشکل است که ما بگیم که چگونه میشه. ما امیر اول که هست وجود داره و حرکت میکنه. ما
آرزو دارم که خرابتر نشه روال ما، برای اینکه آل حرکت های اقتصادی که حرکت میکنن متاسفانه شکل منفی دار داره، منفی داره، و این هم من میگم که در حقیقت هم غیر طبیعی نیست. بله طبیعی است، به خاطر از اینکه حرکت های ما حرکت های تقریبا حرکت های است که به سوی فضا سازی حرکت میکنن نه به سوی تولید، و جناب رئیس جمهور وعده کرده که این 4 ماه بعدی را ما کاملا روی اقتصاد کار میکنیم و در حقیقت آرام آرام میخوایم که فرمولای اقتصاد به کار ببریم، در حالی که ما شما در یک سال که دولت وحدت ملی افغانستان آمده کاهش ارزش پولی، کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری، کاهش افزایش بیکاری و افزایش فقر نتیجه داده که اگر چنین حرکت کنه که خدا کنه نکنه و ما امیدوارم هستم که انشاءالله نمیکنه، حرکت ما مواجه میشه. چند ماه گذشته اگر ببینیم آقای غنی وعده کرده که من تا 4 ماه دیگر روی اقتصاد کشور کار میکنم، نظر به چند ماه دیگه که گذشته اگر ما ببینیم آیا این گونه خواهد بود؟ فکر میکنم که خوب مشکل بدش وجود داره، ولی در افغانستان همه چیز غیر مترقبه است. ما دانتن وابسته به که به کمک های خارجی هستیم، همیشه اقتصاد مقصد خارجی بوده، کمک های مقصد خارجی بوده، امیال افغانستان در بودجه از دائم تدیه امریکا یک زمیمه است، یعنی مانا داره که یک اپندکس بودجه از دائم تدیه امریکا افغانستان است، میشه افغانستان 4 میلیارد دلار که ما در اونجا هستیم. در صورت یک کمک های خارجی دوباره جریان پیدا کنه و سرمایه گذاری بیاید و این جای بین المللی مؤسسات دوباره پا باز کنه، باورمندی ها هم به وجود بیاید و سرمایه گذاری ما فرار نکنه و ما زمینه های باورمندی های مردم ایجاد کنیم که یا فرار نکنه، برای اینکه عمل فرار مغز سلاسا از افغانستان بیرون میره و سال 60 دوباره تکرار میکنه. من میگم یک بار دیگه برشون میگم که در روزا سال 1360 تکرار میشه، یعنی فرار مغز به صورت سری. از این لحاظ اگر ما جلوگیری کنیم از فرار مغز، من فکر میکنم که افغانستان در شرایط است امیاله که مانند سال 2001-2005 دوباره تبدیل شده به یک منطقه شایسته و جان برشون کمک خواهد کرد، برای اینکه امی روند و گرایش های منطقه و بین‌المللی به صورت مثبت به طرف ما حرکت میکنه. اگر ما این گرایش مثبت مدیریت کنیم فکر میکنم خوب تر خواهد کرد. استاد مسعود، حکومت وحدت ملی چی پلان هایی را داشته باشد تا افغانستان خودش خودکفا شود و نیاز به کشورهای بیرون نداشته باشد؟ خب من خودکفایی کاملا مخالف هستم، برای اینکه افغانستان نمیتونه خودکفا شود. ما فقط در اوایل تلاش میکنیم که تلاش کنه دولت افغانستان که در حقیقت فقر آرام آرام کاهش بده و تعدادی از تولید تا بازار بیاره. این شما نمیتونید بینید واردات زندگی کنین، برای اینکه شما امیال 96% واردات دارین، اگر ما بتونیم میره با 80 هم پایین بریم یک موفقیت 16 درصدی آوردیم. ولی استاد ما تولیدات خیلی خوبی داریم، میتونیم تولید داشته باشیم، مگر ما چنین کار کنیم یعنی 16%، یعنی ما نادر 80% وارد کنیم و 20% هم ما صادر کنیم، بسیار کار خوب میکنیم. ما نادر قسمتی از پول ها، قسمتی از کالا ها را شما تولید میکنین با مصرف داخلی و قسمت دیگر شما صادر میکنین. ارمانا داره که شما اگر سیاست تعویض واردات به کار ببرین، ما با نمی یکی از یمی فرمول از دیگر نسخه است، اگر ما در حقیقت فرمول سیاست تعویض واردات به زمین بشانیم، ما آرام آرام میریم به سوی یک کشوری که آرام آرام واردات به صادر به تولید و تولید خود افزایش میدیم به صادرات تبدیل میکنیم. ما گفتم اگر 20% یعنی ما بیلانس تجارت ما اگر کس 80 درصدی داشته باشیم، 20 درصد ما شما داشته باشیم صادرات و 70 درصد واردات داشته باشیم، یک افزایش 16 درصدی را شما یک منفعت به دست میارین. در یک سال بعدی شما نمیتونید 16 درصد زیادتر به دست بیارین. نباید زیاد آنقدر خوشبین بود که خود بازی داد. ما در یک وضع بد اقتصادی قرار داریم و این وضع بد اقتصادی رو با تمام ریاضت خود اساسا پایین میاریم و میرسیم به حالت مطلوب. حالت مطلوبش برای من فعلا 50-50 است. یعنی مانند بیلانس تجارت شما 50-50 شده، یعنی 50% دولت کنید 50% واردات کنید. در غیر صورت این شده نمیتونه که ما بگیم که حتما ما کشور صادراتی هستیم و صادرات ما بلندتر از واردات میشه، یک نوع شوخی نوع بیمزه است. خیلی خوب استاد مسعود، استاد دانشگاه کابل، از اینکه در زیربنا با ما بودین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعض ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل.